تناقض راهبردی دولت روحانی. دولت روحانی در جریان تلاش‌های خود جهت تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم تلاش کرده است از رهبر انقلاب اجازه خاص بگیرد. طبق بیانیه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقام معظم رهبری با درخواست اول روحانی مبنی بر تصویب لوایح با اضافه کردن حق تحفظ موافقت نکردند. اما با تمدید مهلت بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت نمودند. جریان رسانه‌ای حامی FATF در داخل کشور تمام تلاش خود را کرده است از این فرصت استفاده نماید و هزینه‌های رد این لوایح را برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بالا ببرد. این حجم از تلاش و پیگیری برای اجرای برنامه اقدام FATF در شرایطی که تحریم‌های آمریکا بزرگترین مانع روابط مالی و بانکی می‌باشند تعجب‌آور است. از طرف دیگر روند تعامل دولت با FATF تاکنون نشان داده است که این تعامل هزینه‌های راهبردی برای تجارت ایران دارد. در بهمن ماه سال 98، سید محسن قمصری، مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر با انتقاد از اینکه در جنگ اقتصادی کنونی فرماندهی واحدی در داخل کشور وجود ندارد، گفت: یک شبکه بانکی به نام صرافی ها داشتیم که اطلاعات این شبکه را تحت عنوان FIU افشا کردیم و این راه را هم به دست خودمان بستیم. این اظهارات به این معناست که اطلاعات مربوط به برخی حساب‌های تراستی و شبکه صرافی که از طریق آنها درآمدهای نفتی به کشور منتقل می‌شد در بستر تعامل با FATF افشا شده است. دولت روحانی همچنین اعلام کرده است که در 6 ماه اول سال آینده 2,300,000 بشکه نفت در روز فروش خواهد رفت. لازمه افزایش فروش نفت این است که خریداران بتوانند از عدم افشای اطلاعات خود به بیگانگان اطمینان حاصل نمایند. بنابراین روشن است که دولت روحانی دو رویکردی را دنبال می کند که با یکدیگر تناقض راهبردی دارند. به این معنا که فروش نفت باید در بستری صورت بگیرد که از افشای اطلاعات مالی و بانکی به بیگانگان جلوگیری شود و از طرف دیگر اجرای برنامه FATF و تعامل با این نهاد بستری را فراهم خواهد کرد که اطلاعات مالی مربوط به درآمدهای نفتی افشا شوند. اما به نظر می رسد برای روحانی این تناقض وجود ندارد و یا به بیان دیگر این تناقض در یک چارچوب بزرگتر و یک نگرش دیگر برطرف شده است. این نگرش و چارچوب چیزی جز مذاکره و توافق سیاسی با آمریکا نیست. دولت روحانی فکر می‌کند که از طریق بازگشت به برجام مشکل فروش نفت حل می‌شود و از طرف دیگر با اجرای خواسته‌های آمریکا در رابطه با FATF می‌تواند مشکل روابط مالی با بانک‌های اروپایی و آمریکایی را حل نماید. اما این نگرش نه تنها گرهی از تحریم‌ها باز نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود پازل آمریکا برای اشراف و کنترل کامل بر روی تجارت خارجی ایران تکمیل شود. آمریکا یادآور سازوکار نفت در برابر غزای عراق در دهه 90 میلادی است. آمریکا در اوایل دهه 90 میلادی با توجه به اشرافی که از مسیرهای فروش نفت عراق و همچنین مسیرهای تسویه مالی و بانکی خارجی عراق داشت، توانست با اعمال شدید تحریم موجب قحطی دارو و غذا در این کشور شود و حتی صدها هزار نفر به موجب این قحطی جان خود را از دست بدهند. حاکمیت عراق مجبور شد در ازای پذیرش برنامه نفت در برابر غذا که اشراف کامل آمریکا بر روی زنجیره صادرات و واردات عراق را تضمین می‌کرد، به بازرسان سازمان ملل اجازه دسترسی به مکانها و سایت‌های نظامی بدهد. اما این پایان فلاکت و رنج مردم عراق نبود. اجازه دسترسی به بازرسان سازمان ملل تبدیل به پوششی شد که از این طریق نقاط حساس دفاعی عراق افشا بشود و راه برای حمله به عراق با بمباران مناطق مهم نظامی هموار شود. بعد از گذشت تقریباً 2 دهه هنوز عراق نتوانسته است از زیر آوار جنگ بیرون بیاید.